سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید و امیدوارم حالتون عالی باشه. با یه ویدیوی جدید از خیابونهای تهران در روزهای آخر زمستون اومدم پیشتون. این ویدیو برای کسایی که قبلا توی تهران زندگی میکردن و در حال حاضر از ایران مهاجرت کردن خیلی خاطره انگیزه، چون قراره توی این ویدیو از چهارراه سعدی و خیابون جمهوری حرکت کنیم و بعد توی مسیر از ساختمان پلاسکو، پاساژ کویتی ها و چهارراه استانبول دیدن کنیم. پس آخر ویدیو با من همراه باشید و ممنون میشم اگه با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید. اینجا تقاطع خیابون سعدی و خیابون جمهوریه و ایستگاه مترو سعدی در اینجا قرار داره. اینجا خیابون لاله‌زار تهرانه که به دو بخش قدیم و جدید تقسیم شده. خیابون لاله‌زار در حال حاضر مرکز فروش لوازم روشنایی، انواع لامپ و لوازم الکترونیکیه، اما در گذشته پر از سینما و تئاتر بوده و برای مردمان قدیم تهران پر از خاطرات شیرین و قشنگه. این هم نمایی از ساختمان جدید پلاسکو تهرانه که میبینید.
ساختمان پلاسکو اولین نماد مدرنیته تهران در سال 1340 خورشیدی بود که متاسفانه در دی ماه سال 1395 خورشیدی بر اثر آتش سوزی فرو ریخت. بعد از 5 سال این ساختمان رو افتتاح کردن و مثل گذشته بورس انواع پوشاکه. این هم ورودی پاساژ کویتی هاست که برای خیلی ها خصوصا آقایون خاطر انگیزه. اینجا یکی از مراکز اصلی پوشاک مردونه در این محدود است که از سالهای گذشته در تهران بسیار معروف بوده. برندهایی مثل ریباک، سالامون، نایک و آدیداس هم اینجا شعبه دارن و طبقه منفی یک اون بیشتر به انواع کفشای مردونه معروفه. و این هم چهارراه معروف استانبوله که پر از صرافی و اماکن دیدنیه. سفارت‌های ترکیه، آلمان و بریتانیا هم در این چهارراه قرار دارن. این هم کافه قنادی مرکزی تهران که از ابتدای حکومت پهلوی دوم شروع به کار کرده و به دلیل کیفیت بالا و سابقه طولانی همیشه شلوغه و تازه ترین شیرینی ها رو میتونید از اینجا خریداری کنید.
دوستان عزیزم، ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و اگه ویدیو رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و در سفرهای بعدی هم همراه من باشید.